صبح زیبا و دلانگیزه همه شما بیننده های عزیزمون، باز هم بخیر باشه و در ادامه صبح و زندگی با شما هستیم. سلام تازه هم تقدیم میکنم به شنونده های نهایت عزیز ما که همین لحظه شنونده برنامه از طریق رادیو 93.5 آریان اف ام هستین. امیدوار هستم که تا لحظات پایانی برنامه ما را تنها نگذارین. باز هم روز چهارشنبه است و همکار خوب ما سیاجان احمدیار در بخش رسامی برنامه با ما است و امروز ادامه درس قبلی را بازم بر ما شما آموزش خواهد داد که امروز مشخصا در رابطه با حیوان بسیار مقبول و زیبا یک درس جالب را بر ما شما شریک می‌سازه که طریق رسم کردن آهو را بر ما یاد می‌ده. بدون شک همه ما دوست داریم رسامی خوب داشته باشیم و در قسمت رسم کشیدن موجودات مختلف زنده یا هم نباتات اگر شما دوست داشته باشین، همه دوست داره که مهارت کافی داشته باشه. ولی که ما از کجا آغاز بکنیم و چطور میتونیم که یک رسام ماهر باشیم، بخصوص در قسمت رسامی حیوانات، این بخش برنامه مختص به شما عزیزو است. و سیر جان خوش آمدید میگم و صبح بخیر باشه. سلام و صبح بخیر خدمت شما رستم جان و تمام دوستایی که بیننده ما هستند. سلامت باشی، خوشحال هستیم از اینکه بازم خودت در برنامه داریم و امروز در رابطه با یکی از درس های بسیار جالب بر ما معلومات میتی که رسامی آهو است. چون آهو هم خودش یک حیوان بسیار زیبا و مقبول است و سرعتش هم بسیار زیاد است، همگی دوست دارن، به خصوص کسایی که میخواین حرفه‌ای رسم کشیدن یاد بگیرن. از خودت امروز معلومات جالب را میداشته باشیم. ما طبق جلسات قبلی که روی حیوانات بیشتر کار کردیم، امروز هم میخواییم یکی از همه حیوانات که در طبیعت بیشتر استفاده میشه و کار میشه کار کنیم. مشخصا روی آهو میخواییم کار کنیم، آناتومی آهو که چیگونه کار میشه و دوستایی که نوآموز هستن از کجا شروع کنن وقتی که کار میکنن. ما آلتهای مختلف داریم در حیوانات، زمانی که در دوش هستن، زمانی که استاده هستن، نشسته هستن، هر کدام از یک حالت مختلف داره. ولی ما دقیقا ما شروع میکنم کار خود را، مثلا زمانی که ما آناتومی هر حیوان را کار میکنیم، چه از انسان باشه حیوان باشه، ما در نخست باید مو تناسبش را پیدا کنیم که چقدر است تناسبش. ما فقط از چند خط ساده میتونیم مشخص کنیم تناسباتش را، بعد باز انکشاف میتیم مو طرح خود را و مو شکل اصلی ما به وجود میایه. زمانی که ما این طرحش کار کردیم، مثلا این قسمت تنیش استفاده میشه، این قسمت پایش و این قسمت پای دیگیش، به این شکل خیلی ساده ما یک اسکیچ کردیم. بعد باز ما انکشاف میتیم بیشتر، ما قبلا هم گفتم از دایره ها و از اشکال هندسی ما بیشتر استفاده میکنیم در رسم های خود. در هر شکلی که ما میبینیم از همین اشکال هندسی بیشتر استفاده میشه، خصوصا در قسمت تنی حیوانات ما بیشتر از اشکال بیضوی استفاده میکنیم. ما زمانی که رسم خود را به این شکل انکشاف میتیم، اولا دیگه یکی شکل مقعر است و دیگه شما محدب دقیقا که به صورت موازی بالای هم قرار میگیرن. بله، و ببینین که در قسمت قفسه سینه هم یک شکل دایره ما استفاده، یعنی کاربرد داریم، و در قسمت پایین تنه هم زمانی که ما این دو شکل دایروی را با هم وصل میکنیم، اون شکل تنه ایوان به وجود میاد. بسیار خوب. ما زمانی که این اشکال هندسی را بیشتر تمرین کرده باشیم، بیشتر کار کرده باشیم، باز وقت رسم ما خیلی ساده، ما میتونیم هر رسم که کار کنیم، یعنی هر آناتومی حیوان باشه، چی آناتومی انسان باشه و چی از طبیعت کار کنیم، درخت و کوه و منظره کار کنیم، خیلی بر ما رسم ما ساده و آسان میشه. بله. خب قسمی که خودت هم گفتی، آناتومی حیوانات هم باید بسیار زیاد هم بالش تمرین بکنیم و بلد شویم، و ساده ترین کاری است که ما از اشکال هندسی آغاز بکنیم که سیر جان در شروع برنامه یادآوری کرد که ما در ابتدا دو شکل بیضوی باید رسم بکنیم و یک شکل دایروی در ابتدا و شکل دایروی دیگه هم در انتهای حیوان که رسمیده بر ما ساده تر می سازن. دقیقا همین قسمت که مثلا یک شکل دایروی که در قسمت قفسه سینه استفاده کردیم کلن مشخص ساخت قفسه سینه شه، و این دایره که در انتهایش کار کردیم قسمت پایین تنه شه بر ما مشخص ساخت. بسیار خوب. بعد باز میاییم روی تناسبات پای و پاهایش و دنبش و سرش کار میکنیم، باز این قسم خیلی ساده میشه. زمانی که ما تناسب را یافتیم، باز میتونیم قسمت های کوچک یا جزئیاتش آسان تر و ساده تر کار کنیم، و
و اگر ما در نخست تناسب را مد نظر نگرفتیم، مثلا از قسمت سر شروع کردیم و تا آخر آمدیم، باز او وقت تناسب از پیش ما میره و خراب میشه، یا سر بزرگتر میشه، یا قسمت پاهایش از پیش ما کوچک یا بزرگ میشه. به او خاطر تناسب از پیش ما باز از بین میره. واسیار جان، خود ما چطور متوجه شویم که تناسب حیوان را بلد باشیم و بفهمیم؟ و بعض وقتا که ما رسامی میکنیم، قسمی که خودت هم گفتی، یا پاهای حیوان نسبت به جسمش بزرگتر میشه یا جسمش کوچکتر میشه نسبت به پاهایش یا گردنش، که مو تصویر ما را به اصطلاح غیر حقیقی نشان میده. چطور ما همی مهارت را کسب بکنیم؟ قبلا هم گفتم به می خاطر ما اول از قسمت کلیات شروع کردم، یعنی نخست تنیش کار کردم، بعد نظر به می تنه، باز ما تانستم قسمت های کوچک یا قسمت هایی که جزئیات است باز بیشتر کار کنم. اگر من از قسمت های کوچک در نخست شروع می کردم، باز وقت تناسب از پیش ما می رفت، باز من نمی فهمیدم قسمت تنیش چگونه کار کنم. پس باید مهارت خود ما قبلا کسب کرده باشیم توسط دیدن رسامی که از حیوانات می باشه یا هم فیلمایش که می بینیم. باید همیشه متوجه باشیم و دقت زیاد داشته باشیم که در رسامی خود هم همون تناسب را مراعات بکنیم، مد نظر بگیریم. ولی بسیار زیاد مهم است که ما از قسمت های بزرگ و قسمت های کلیات یا مو قسمت های برجسته شروع کنیم، بعد بیایم روی قسمت های کوچک است کار خود را ادامه بدیم. بسیار خوب. بعد ما میایم روی جزئیات خطهای خود را روشن میسازیم. سیار جان میگن که آهو بسیار چشمای مقبول داره. چطور؟ دقیقاً ما به می دلیل ما یک عکس فول کار کردم، یعنی لانگ کار کردم تمام بدنشه. باز ما این قسمت یک دانه چهرهش هم کلوز کار میکنم تا بیشتر از قسمت سرش و جزئیاتش بیشتر معلوم شه. بسیار خوب. یگان تا که باز چشمای مقبول کلان می داشته باشه، باز میگن که چشم آهو است. چشم آهو است، دقیقاً این قسم است. ایوانی که به زیبایی معروف است آهو است. بسیار خوب. و یک حیوان تزینی هم است، نه؟ بعض افراد که یعنی بسیار زیاد ثروتمند هستن معمولا حتی در فضای حولیشان هم آهو نگهداری میکنن. بله، چون یک حیوان بسیار دوست داشتنی و آرام است، به می خاطر دوست دارن که داشته باشن. بسیار خوب. یاهو در حال پرش یا مو دوش کردن است یا جمپ کردن است؟ بله بله. بعض آهوها هستن دیگه، خب آهو هم انواع مختلف داره، بعضش هست که شاخ هم داره، نه؟ شاخ های بسیار کلان کلان. او باز نوع دیگه آهو هست. انواع مختلفش هست. زمانی که ما باز بیشتر مطالعه کنیم، تصاویرش رو ببینیم و یا بریم از نزدیک ببینیم و مطالعه کنیم، باز میتونیم انواع مختلفش رو بیشتر ساده و آسان کار کنیم. بسیار خوب. میشه که بالای جزئیات سیار جان کار بکنی، فکر کنم فرصت نخواد داشته باشیم که بیشتر روی چهره تنهایی آهو کار شد. درست است، درست است. خب امروز ما بیشتر روی همی کار میکنیم، جزئیاتش را و قسمت چهرهش را به جلسه بعدی و روز بعد میمونیم. بسیار خوب. در حیوانات مثل آهو یا اسب و بعض حیوانات دیگه، رسامی کدامش ساده تر و کدامش مشکل تر است؟ در حیوانات بیشتر مشکل که است اسب است، چون عضلاتش بسیار زیاد مشخص است و عضلاتش بیشتر است نسبت به دیگه حیوانات. زمانی که ما از حیوانات، از آناتومی حیوانات شروع میکنیم، بیشتر کسا کار میکنن روی امو آناتومی اسب بیشتر میپیچن و کار میکنن. بله. چون بسیار زیاد مهم است. ما باید مشخص روی هر قسمت آهو که ما کار کرده، ما باید مشخص کار کنیم. ما مثلا مشخص روی پای جداگانه دوستا کار کنن، بیاین مطالعه کنن که قسمت پای را من زمان کار میکنم به چی شکل باشه، و همین قسم قسمت های پای پایینی را به این شکل جداگانه، هر قسمتش را باید جداگانه مطالعه کنن تا بیشتر و خوبتر بتانن رسم های خود را کار کنن. بسیار خوب.
و هفته بعدیان بخیر سیار جان روی اجزای یا بخشای مختلف بدن حیوانات کار خواد کردیم و درسای جالب را از خودت خواد داشتیم. هفته آینده کوش میکنیم روی چهره هایشان مشخص کار کنیم تا بیشتر و واضح‌تر برای دوستای ما معلوم شود. بسیار عالی. یک دنیا تشکر میکنم سیار عزیز از حضور خودت در برنامه. اوقات خوب و خوش برات میخوایم. تشکر. و شما عزیزایی که میخواین این بخش برنامه را تکرار ببینین میتونین سر بزنین به چینل یوتیوب شبکه جهانی آریانا و این بخش برنامه را دوباره ببینین. فعلا حفیظ جان در سطح شهر کابل منتظر ما است و دومین گزارشش را تقدیم ما شما میکنه که در نزدیک یک تعداد از بولانی فروشی ها است و میبینیم که با هموطنان ما چه صحبت هایی دارند.